اینجا تصویر خیلی مشخص نیست، ولی ما یه جایی یه نقطه‌ای، نقطه منظورم کل ابرخوشمونه ها، یه نقطه‌ای توی اینجاست، نقطه، یه نقطه این نزدیک این خط استواست. عکس بعد لطفا. عکس بعد نشون میده که ما اگر 2 میلیارد سال نوری در زمان عقب بریم، این ستاره ها رو میبینیم، این کهکشان ها رو میبینیم. اینجا در واقع مرز عالم قابل رؤیت. 2 میلیارد سال نوری یعنی این که 2 میلیارد سال طول میکشه تا نور اونها به ما برسه. 2 میلیارد سال فقط. سلاید بعدی. این آقای کوپرنیکه. کوپرنیک معمولا خیلی ها فقط به نقش علمیش اشاره میکنن، ولی کوپرنیک دنیای مسیحیت رو تکون داد. کوپرنیک و در واقع شاگرد کسی بود به نام تیکو براهه. تیکو براهه رو مسیحی ها آتشش زدن به علت این که میگفت زمین در مرکز عالم قرار نداره. کوپرنیک دنیای مسیحیت رو تکون داد. تکونی داد که به اعتقاد من یکی از دلایل شروع مدرنیته در غرب همین کار کوپرنیک بود. انقلاب هایی که در علم افتاد. اون وقت ما در ایران چیکار کردیم؟ آقای غزالی، امام غزالی، عذر میخوام، امام محمد غزالی در نظامیه بغداد فتوا صادر کردن که آقای ابن سینا که تازه خودش دیدیم چه نقدی در مورد رازی داره، به علت اینکه از عقلش زیاد استفاده میکنه کافره، در عقل رو تخته کرد. خب حالا میخوام دست رو یه چیز دیگه هم بذارم که مسلماً خیلی ها بهشون برمیخوره. ماها چون اصولا نگاهمون به گذشته است، مثل نجوم، وقتی تو در نجوم ما همیشه نگاهمون به گذشته است، منتها سعی میکنیم از گذشته درس بگیریم، آینده رو پیش بینی کنیم، منتها ما تو گذشته میمونیم. ماکس وبر خیلی حرف قشنگی میزنه، میگه مسلمانان نظام فکری ندارن و همیشه نگاهشون به گذشته است. به همون بر نخوره، کل تولیدات علمی کشورهای مسلمان 3% کل تولیدات علمی دنیای امروز رو تشکیل میده. 3% تولیدات علمی کل دنیا رو تشکیل میده. خب کس دیگری که به نظر من نقش بسیار اساسی داشت در عقب ماندگی ما، و این خواهش میکنم اگه گوجه فرنگی تخم مرغ میخوایم بندازین بریم بیرون بعدن این کارو بکنیم، چون برای ما که دوست داریم بعضی ها رو مثل همون پارادایم میمونا که بهتون نشون دادم ببریمشون در یک حاله تقدس و بعدم دیگه حق نمی، این حق رو برای هیچ کس قائل نمیشیم که اونها رو مورد نقد قرار بدن. این نقد یک نقد علمی است، به این معنی نیستش که وقتی ما داریم مورد کسی حرف میزنیم داریم میگیم آدم بده یا خوبه. ما در علم نه خدا داریم نه پیغمبر، هیچ چیزی مقدر نیست، همه چیز قابل نقده. اینشتین روزانه صدها مقاله نوشته میشه در مورد اینکه کجاها رو نفهمیده، کجاها رو اشتباه کرده، کجاها رو باید پیشرفتش داد، ولی هیچ کس به خودش اجازه رو نمیگه که بگه اینشتین آدم احمقی بوده. این دوتا چیز متفاوته. اما در فرهنگ ما شما به محض اینکه بخواین از کسی سوال بکنین مساوی بر این هست که دارین قدرت یا اتوریتی اون آدم رو زیر سوال میبرین، و یه عده که اصلا اون آدم رو نمیشناسن سینه چاک میکنن برای اینکه تو داری کفر میگی. یکی از اونها با اجازتون حضرت مولاناست. امسال هم 800 سالشه و چنان ما بهش علاقه داریم. علاقمون هم به خصوص از زمانی بیشتر شد که آمریکایی‌ها و مدونا مثلا یه شعر خوند در موردش. وقتی که غربی‌ها پیداش کردن ما هم بهش بیشتر علاقه مند شدیم. مولانا شخصیت بزرگی است، هیچ تردیدی نیست. اما توجه داشته باشیم که مولانا در فیه مافیهش، من خواهش میکنم فقط شعراشو نخونین، کتاباش هم بخونین. در فیه مافیهش ببینید چه نظراتی راجع به زنها داره. زنها رو بخشی از وجود شیطان میدونه. به مریدانش توصیه میکنه با زنها مگر برای بچه دار شدن همخوابه نشن. مولانا در مورد علوم غیر دینی اعتقاد داره اینها علوم شیطانی هستن. میگه نجوم و طب و فلسفه علوم شیطانی هستن. رسوبات این تفکرات بوده که در جامعه ما ظهور کرده. این عرفان بازی که امروز هم مد شده، چون ما همش نگاه به گذشته داریم، یه تنبلی فکری رومون اومده،
من پارسال اصطلاح شازده زدگی رو گفتم، فرهنگ شازدگی که هممون داریم، که هم خوشمون میاد تو ایران خیلی میگن کار مال خره، خیلی راحت اینو میگیم ما. و باید بیان نفت داریم، ما باید مثلا از فیلیپین و جای دیگه بیان برامون کار کنن، ما چرا باید کار کنیم؟ و تنبلی فکری، هر دوش. مسائلی که ما الان داریم و سعی میکنیم برگردیم به گذشته. یک زمانی فکر میکردیم که کوروش و داریوش مسائل ما رو میتونن حل کنن، بعد فکر کردیم که این مسائل رو احتمالاً اسلام میتونه حل بکنه، حالا که اونم نتونسته حل بکنه میریم سراغ مولانا، یه دم میرن سراغ زرتشت. چرا؟ چون حوصله نداریم خودمون فکر کنیم دیگه، بگردیم ببینیم اون نوابغ روزگار زمان خودشون که مسلماً یک سر و گردن از زمان خودشون جلوتر بودن، اونا چه راه حلی داشتن، ما بریم اونا رو بخونیم و الان بیایم تشریح کنیم بگیم آره اینا هم راه حل ماست. اون چیزی که خشکیده به نظر من خردگرایی است. انسان قرن 21 مسائل قرن 21 داره، مسائل قرن 20 حل قرن 21 میخواد. مولانا آدم بزرگی بوده، حافظ آدم بزرگی بوده، فردوسی آدم بزرگی بوده، ولی اینا مسائلی که داشتن مسائل 7 قرن پیش بوده. به نظر من هر کسی که امروز فکر میکنه میتونیم مسائلمون رو با کوروش و داریوش حل کنیم، با حافظ و مولانا حل کنیم، با صدر اسلام حل بکنیم، یا با اوشو زرتوش حل بکنیم، یا با هر کس دیگه که در گذشته بوده حل بکنیم، اینها مرتجعن، فرقی نمیکنه به نظر من اینها با چه ذهنیتی میان. این کاملا حرکت ارتجاییه. کاری که اروپایی ها کردن، مسیری که کانت، هگل و خیلی کسایی دیگه شون رفتن، این بود که از عقلشون استفاده کردن. اگه ما ایرانی ها یک زمانی یاد بگیریم که از عقلمون استفاده کنیم به جای اینکه بریم در گذشته، خوندن گذشته خیلی خوبه، ولی نه اینکه راه حل های امروزمون رو در کتب گذشته پیدا بکنیم. یعنی اونم انقدر از تنبلیمون دیگه نا کنیم. الان من سایت هایی رو پیدا کردم در کشورهای اسلامی که اینها اعتقاد دارن تمام حل مسائل امروزی ما در قرآن وجود داره، همش در قرآن هست. ماها باید بریم اون جواب ها رو پیدا کنیم. فکر نکن این کار مسلمان هاستا، یهودی هم همین کار رو میکنن، مسیحی هم همین کار رو میکنن. بذارین یک گزارش مختصری بدم داره در دنیا چی میگذره. هندوها چند سال پیش اعلام کردن که گانش، اون آقایی که بدن انسان داره، کله فیل، در یکی از روستاهای دور افتاده، همیشه این معجزات هم تو روستاهای دور افتاده میفته، در یک روستای دور افتاده زنده شده، مجسمه است، داریم صحبت میکنم در قرن 21 رفته شیر خورده و اعلام کرده برای اینکه هندوها نجات پیدا کنن باید از شر مسیحی ها و مسلمان ها خلاص شیم، بنابراین دستور به اتنیک کلینزینگ، یعنی نسل کشی مسلمان ها و مسیحی ها داد و یه سری هندوی ارتدوکس دارن این رو دنبال میکنن. در دنیای مسیحیت به خصوص مسیحی های راست، مثل این آقای پت رابرتسون که من همیشه از سخنرانیاش استفاده میکنم، مثلا اعتقاد داره سونامی میاد برای اینکه مردم خاور دور گناه انجام دادن، اینها اعتقاد دارن که ما باید هر چه زودتر تلاش کنیم که جنگ خاورمیانه در بگیره، بین مسلمان ها و یهودی ها جنگ در بگیره، که ظهور حضرت مسیح رو تسریع بکنه، که خود حضرت مسیح دخل همه یهودی ها رو بیاره. نهایتا ایده راست مسیحی همینه. این در مورد مسیحیت. در مورد یهودیت، یک گروه ارتدوکسی در اسرائیل پیدا شدن به کمک یهودیان ارتدوکس در آمریکا، چون اونا علمی تر از بقیه گروه های مذهبی هستن، دارن تلاش میکنن به کمک مهندسی ژنتیک یک گوساله ماده قرمز رنگی رو به وجود بیارن، کلون میکنن به اصطلاح، که بر اساس فصل 19 همه سفر اعداد کتاب مقدس، وقتی یک گوساله ماده قرمز رنگ به وجود بیاد، اون موقع دلیلی است برای اینکه ما باید حتما معبد رو سوم رو بسازیم در بیت المقدس، و خود شما میدونید اگر این اتفاق بیفته چه بلوایی در خاورمیانه رو خواهد داد. همه اینا داره در قرن 21 اتفاق میفته. در پاکستان 2 پیش زلزله اومده و گفته شده که این زلزله تا
تعجب نکنیم، آقای احمدی نژاد هم اینو گفت، در زیر پای مؤمن هیچ وقت زمین نمی لرزه. بنابراین همه 50,000 نفر انسان بیگناه و یا با گناه ما که نمی دونیم در بم کشته شدن، اینها همشون غیر مؤمن بودن. در پاکستان در 2 سال پیش که زلزله اومده، مفتیای پاکستان اعلام کردند که این زلزله به خاطر گناهان مردمی بوده که در اونجا اتفاق افتاده. حالا درد بزرگتر چیه؟ چند نفر اینجا هستن که اسم جمکران رو نشنیدن؟ خیلی خوبه. جمکران خانم یه جاییست که میگن امام زمان قرار از جا بیاد، چون به خواب یک خانومی که اونجا بوده اومده و یا یه آقایی، فرق نمی کنه. و الان هم شده در واقع دیزنیلند ایران، الان اسمش هست جمکران. بعد میرن اونجا در چاهای مختلف عریضه میندازن. و جالبه که خود حضرت قراره از یه دونه چاه بیاد بیرون، ولی چاه زنونه مردونه درست کردن که عریضه های زنونه رو مردونه. اون وقت از اون بدتر درد بزرگ اون نیست به نظر من. درد بزرگ اینجاست که من میشناسم کسانی که متخصص قلب هستن، استاد دانشگاه هستن، آدم های تحصیل کرده هستن، مهندس هستن، سه‌شنبه ها میرن جمکران و عریضه میندازن تو این چاها. درد بزرگ اونه. اون چیزی که من میگم آینده ما در خطره اینه که داره ذهن نقاد از بین میره. داریم یک مش ربات تحصیل کرده به وجود میاریم که به هیچ وجه حاضر نیستن سوال کنن. و موقعی که به سوال کردن میرسه کرکرهای پایین. اونجا به هیچ وجه حاضر نیستن سوال کنن. 67% دانشجویان دانشگاه قائد اعظم که بزرگترین دانشگاه پاکستان هست، بعد از اومدن زلزله ازشون پرسیده شده فکر میکنین دلیل اومدن زلزله در پاکستان چیه؟ 67% جواب دادن به علت گناه مردمان در اون منطقه است. اینها مسائلی نیستش که به سادگی ازش بگذرین. من دارم هشدار میدم، خطر بزرگی در راهه. آدمهای احمق دارن در همه جای دنیا به سر کار میان. یک زمانی در دهه 60 آقای کندی مجبور بود که به مردم بقبولونه که اصلا اعتقادات مذهبی نداره. در انتخابات ریاست جمهوری قبلی آمریکا آقای جان کری میخواست مردم متقاعد کنه که او هم به کلیسا میرود، او هم اعتقادات مذهبی داره. سومین کتاب پرفروش بعد از سال 2001 در فرانسه کتاب مقدسه. داره یک جریان نومذهبگرایی به وجود میاد که از حرفهای مدرن و شیک که علمی هم استفاده میکنن، شبه علم رو با اعتقادات جوش میدن و نهایتا به اینجا خواهند رسید که بیایم یک نگاه دیگه ای از مذهب داشته باشیم. من هیچ مشکل با مذهب ندارم. مشکل من اینه که هر نوع ایدولوژی و هر نوع سیستم فکری که باعث بشه جلوی سوال کردن و فکر کردن رو بگیره، اون خطرناکه. هیچ چیز نباید جلوی سوال کردن رو بگیره. هیچ کسی نباید جلوی خردورزی و خرداندیشی رو بگیره. ما احتیاج داریم، به نظر من ایرانیا احتیاج دارن رفتار علمی از خودشون نشون بدن. رفتار علمی یعنی اینکه باید در یک چارچوب علمی قرار بگیره. در چارچوب علمی قرار گرفتن به این معنی است که حرف رو باید مستند قبول کرد. شما ببین در مورد عباس میلانی اکثرا میگن ایشون از یک مرکز نئوکانه. یعنی هنوز یک نفرم نمیره سرچ کنه تو اینترنت که بدون اولا نئوکان با این مثلا نوشته نمیشه. خب و فرق نئوکان با کان چیه مثلا؟ مثلا کان یعنی چی؟ همون به معنای مثلا معدن توی فارسیه یا معنی دیگه ای داره. حرف من اینه و درخواست من از شما اینه، هیچ چیزی رو به سادگی نپذیرید. در مورد همه چی سوال کنید و شک کنید. اگه خودتونم فکر میکنید این کار رو نمیکنید، حداقل به فرزندانتون اجازه بدین که این شک رو داشته باشن. من میخوام حرفم رو با آخرین اسلایدم تموم کنم. متاسفانه اسلایدهای بیشتری تهیه کرده بودم ولی یه مقدار هوا برم داشت. حرفم رو با اینشتین شروع کنم، با اینشتین هم میخوام تموم کنم. و اونم این که درسته من خیلی سعی کردم آدم‌ها رو تحقیر کنم در این اسلایدهایی که نشون دادم، اما در این حال میخوام بگم مغز انسان بسیار پیچیده است. ما خیلی کم راجع به مغز انسان میدونیم و توانایی‌های مغز انسان. اینشتین میگه غیر قابل فهم ترین چیز در مورد عالم هستی اینه که قابل فهمه. بشر تونسته اینها رو بفهمه. یک زمانی خواهد رسید به اعتقاد من
که ما همه معماهای هستی رو خواهیم فهمید. ممنونم از حوصلتون.